سلام به شما دوستان عزیز، همراهان، همزبانان و هموطنانی که بیننده این برنامه هستید. من فریدا صبا هستم و برنامه دهکده جهانی رو به شما تقدیم میکنم. خب متاسفانه همچنان ویروس کرونا گریبانگیر دهکده جهانی است و من و شما رو در این سو و آن سو همچنان در معرض خطر قرار داده. در برنامه امروز باز هم به این موضوع می‌پردازیم. توجه کنید. خب همطور که توجه کردید، مهمان امروز برنامه من خانم دکتر ناناز پیرنیا، روانشناس هستن که از همکاران و دوستان همیشگی این برنامه هستن. در برنامه های گذشته ما در رابطه با آثار دراز مدت و کوتاه مدت پندمیک هایی چون کرونا صحبت کردیم، از نظر جامعه شناسی اونو بررسی کردیم و در این برنامه مایلم که در مورد آثار روانی بر روح و روان انسان صحبت کنیم. بسیار خوش آمدید خانم دکتر پیرنیای عزیز. سلام عرض میکنم فریدا جان خدمت شما، با تشکر از سپه در اتاق فرمان دور از هم، من در دفترم و شما در استودیو. بله. ولی خیلی خوشحالم که بار دیگه مهمون برنامه دهکده جهانی هستم. خب ابتدا ناناز جان بگید که با کرونا چی کار میکنید؟ الان از نظر پرکتیس و کارت چی کار میکنین؟ آیا از راه دور با کلاینت ها صحبت میکنین یا اینکه حضوراً میان در مطب؟ بله، من به خاطر اینی که روان درمانی و مغز درمانی و طب پیشگیری رو در مرکز مایند تراپی سنتر ادغام کردیم و اگه یادتون باشه همیشه وقتی منو میبینین یا صحبت میکردم در رابطه با پیشگیری و نحوهی که ما سیستم ایمنی، سیستم دفاعی بدن رو باید بالا ببریم و نخواهیم که بایسیم مریض بشیم، همیشه صحبت کردیم. و کاری که الان داریم انجام میدیم به خاطر اینی که افراد با این همه استرس و گرفتاری بسیار مشکلات، همونطور که شما راجعش بخواین حرف بزنین، روحی، روانی و سایکوسوماتیک و بدنی روانی در واقع پیدا کردن و ما با روش هایی که داریم، با نوتریشن هایی که داریم و با دستگاه هایی که داریم میتونیم مغز رو کمک بکنیم که بدون دارو درمانی و بدون نیاز به اینکه صدمه‌ای به مغز بخوره دوباره سازی بشه و جلوی استرس، استراب، رفتارهای هیجانی، انگزایتی دیسوردرها، مشکلات خواب، مشکلات اعتیاد و غیره رو برطرف کنیم. برای همین من هم از طریق همین سکایپ و فیس تایم تمام وسایل مجازی که وجود داره و یا از طرف تلفن با مشغولم و عده محدودی رو هم از راه دور اگر بتونیم بشینیم اگر لازم باشه میبینم. از طریق میدیا باشون مشاوره انجام میدین، درسته؟ مشاوره انجام میدم، گاهگاهی هم اگر کسی لازم باشه که بیاد به مرکز ما، فاصله لازم رو داریم، همه ماسک داریم، دستکش داریم. بسیار مهمه هم از لحاظ روانی و هم از لحاظ بهداشتی و برای اینکه مواظب خودمون باشیم. 100% هر چی که شنیدیم و میدونیم برای اینکه مبارزه کنیم با اینکه این ویروس رو نگیریم انجام باید بدیم. خب بله، ببینید در دوران گذشته پندمیک های چندی بودن که انسان با اون روبرو شده. بدترینش همون آنفولانزای مکزیکی بوده در سال 1918 که تعداد کثیری از آدم ها رو واقعا جانشون رو گرفته. البته اون موقع مثل اینکه آنتیبیوتیک نبوده و علل دیگری داشته. آثار روانی بر روح و جان مردم آن زمان فرق میکنه با جامعه امروز و فرهنگ های مختلف فرق میکنه. دلم میخواد شما یک کمی در مورد ترس،
اتفاقاتی که در روح آدم ایجاد میشه، تنهایی که به وجود میاد. ببینید، شما الان نمیتونید هیچ کسی رو لمس کنید، حتی نزدیکان خودتون رو. میخوام ببینم این چه اثری میتونه داشته باشه تو روح و روان آدم. آیا تاچ و لمس کردن انسانی دیگر یکی از نیازهای اصلی آدمیزاد نیست؟ 100%. ببین فریدا جان، یادتون باشه تجربه هایی که ما از بعد به تولد تا موقعی که از بین میریم انجام میدیم، حقیقتا مثل یک سل بسیار ضعیف در یک دنیای بزرگ، بسیار تحت تاثیر محیطمون و بر اساس آنچه که باهاش از لحاظ ژنتیک به دنیا میایم نقش مهمی رو بازی میکنه. ولی امروز که ما مغز درمانی میکنیم و نقشه از مغز میگیریم، خیلی بیشتر میدونیم معنی ترس fear و معنی استراب و اینا با هم فرق میکنه. ما موقعی که میترسیم یک عکس العمل بسیار نرمال و درجه یکی برای مغز ماست. یعنی برخلاف آنچه که ما فکر میکردیم قبلا، ترس، استراب، افسردگی چیزای بدیه، تمام اینا علائمیه که به ما بگه که چطور عکس العملی به خرج بدیم و چه بکنیم. یعنی ترس، فیر اگه نباشه، من مواظب نیستم چطوری از خیابون رد میشم، مواظب نیستم که یک حیوانی منو گاز نگیره. و امروز که ما ویروس کرونا رو میفهمیم و راجبش شنیدیم، الان یک ماه و نیم حدودا 2 ماه گذشته و نحوهی که اول شروع شد 100% با ترس بود، به خاطر اینکه ما نمیدونستیم این ویروس چیه و نه میدونستیم چجوری باهاش مبارزه کنیم. ترس داشتیم از اینکه مریض شیم، بمیریم، ترس داشتیم از اینکه بچه هامون بگیرن، بعد ترس داشتیم از اینکه سر کار نمیریم، پول در نمیاریم، و بعد ترس داشتیم بچه ها مدرسه نمیرن، تمام روتین به هم خورده. متاسفانه اتفاقی که با این کرونا ویروس به وجود اومده یه تجربه استثنایی متفاوت شدیده. دقیقا. که بعد مغز واقعا بهش میگن traumatic brain injury. یعنی ما 100% تمام انسانها از این اتفاق عجیب و غریب و غیر قابل تصور مغزمون ترسیده و در نتیجه ترس متاسفانه اگر طولانی باشه و اگر ترس ها به شدت توی مغز ما مرتب بره، اونجاست که سیستم ایمنی ما و نحوهی که به استرس و به فشارها و گرفتاری هایی که روی مغزمون، روی بدنمون و روی فعالیتمون از لحاظ رفتاری به وجود میاد اثر میذاره. در نتیجه استراب ها شروع میشه و فرق ترس استراب اینه که ترس ها واقعیاً به خاطر یک عکس العملی به محیطن، ولی استراب ها دیگه رفته رفته فقط ترس ها و نگرانی های میشه که حلش نمی کنیم، باهاش برخورد درست نمی کنیم و براش کاری انجام نمی دیم. خب ببینید، ترس رو شما گفتید، بله ترس یه مقدار مثبته، برای اینکه جان شما رو حفظ میکنه، یعنی وادار میکنه که عکس العمل مناسب در برابر خطرات از خودمون نشون بدیم. اما این پندمیک به خصوص این اخیراً با خبرهایی که من میشنوم به استراب شدید دچار شده و به اکستریمش اینی که همین هفته گذشته من چند تا خبر خوندم. یه خانم دکتری به اسم خانم لارنا بریم، 49 ساله، ایشون در بخش ER امرجنسی بیمارستان پرسپیتریان در فکر کنم در منهتن بود در نیویورک، ایشون مبتلا شد به کووید 19، بعد رفت منزل و بعد خوب شد. اما بعد از خوب شدن که قرار بود برگرده سر کار، برای استراحت رفته بود پرلی پدرش در ایالتی دیگری. در اونجا ایشون دست به خودکشی میزنه، نه به خاطر مرضی که گرفته بوده. مداوما ایشون به پدرش میگفته نمیدونی من چه چیزهایی در امرجنسی روم میبینم و هر دقیقه جلوی من کشته میشن، حتی بعضیا در آمبولانس کشته میشن و من نمیتونم اینا رو نجات بدم. ایشون خودکشی کرد.
یک پسر 23 ساله دیگه، یعنی این هلت ورکر ها هستن، پزشکان هستن، کسانی که بیشترین فشار رو تحمل میکنن، در معرض خطر روانی هم هستن. یک پسر 23 ساله پارامدیک هم با هفتیر پدرش که پلیس بود خودکشی کرد، در اثر اینکه از بس مرده دیده بود، از بس ناراحتی انسان رو دیده بود و بیچارگی. و این اضطراب واقعا یک اثر خیلی شدیدی رو روان داره. نظر شما چیه؟ ببینین فریدو جان، این یک ویروسیه که میکشه. بله. و ویروسیه که نمیشناسیم، واکسن هم نداریم، و تا موقعی که ما واکسن نداریم 100% باید مواظب باشیم. ولی در مقابل خبرهایی که شما گفتین، اون وقت من میتونم به شما یه سری خبرهای بسیار امیدبخش بله. و جالب که چطور افرادی در مقابل این استراب و این تراما، به دلیلی که شاید مت شده با تراماهای سابقی که داشتن بله. یا اصول ات ریسک بودن که نتونن مبارزه کنن و نتونن به خودشون کمک کنن و از پا بیفتن. ما در این اولین مشکل و آخرین مشکلی نخواهد بود که در زندگی باید حل کنیم. در نتیجه مغز خیلی قوی تر از اینه، و اگر افراد یک به اصطلاح پریدیسپوزیشن پرابلم، یک تراماهای شدید، بچگی شدید، شاید در بچگی مریض شدن، ریپ شدن، خطرات زیاد داشتن، در خانواده دیسفانکشنال بودن، یک جایی مغز از لحاظ بیوشیمی و ارثی و یا از لحاظ محیطی قاعدتاً باید کم بیاره که یک کسی به اون جایی برسه که این استراپ‌ها و این ترس‌ها به قدری درش جمع بشه که دچار افسردگی بشه، و افسردگی متأسفانه و این هورمون‌های کورتیزول و نداشتن هورمون‌های خوشحالی خود مغز ما باعث میشه که این افراد به اون ته راه برسن. بله، البته ایشون نوشته بود که ایشون اصلا سابقه روانی نداشته، پدرش هم پزشک بوده و همه خانواده در حرفه پزشکی هستن. فکر میکنم که هر کسی که به جای اینکه مشکل رو حل کنه، و میدونین ما یا فقط فکر میکنیم یا فقط نگاه میکنیم و یاد میگیریم و یا کاری برای مسئله انجام میدیم. بله. من امروز دلم میخواد که بینندگانمون رو از این که کاملا نگاه بکنیم، بدونیم چیه، ادوکیشن و آموزش رو داشته باشیم، تلویزیون هم نگاه بکنیم. تشکر از شما که این برنامه ها رو میذارین و امثالش. بله. ولی در این حال تا موقعی که ما کاری انجام ندیم برای امنیتمون و برای احساس این که همه سلامتن، و اون خطر رو تا اونجا که میتونیم کاری براش انجام ندیم، جوابگوی اون ترسها و فشارهایی میشه که تبدیل به اضطراب و افسردگی و هیجانهای روحی و خدای نکرده سویساید و خیلی چیزهای دیگه که من براتون همه رو ردیف کردم بگم چی میشه. ولی به عقیده من به قدری کسانی که در خط اول، و من چند تاشون رو الان به عنوان کلاینت دارم، اینا به قدری مسائل، مشکلات و مرده میبینن و به قدری با ترس کار میکنن که اگر سیستم ایمنی خوب و مغز پرفعال سالم نداشته باشن، و اگر مغزی خسته که هم از لحاظ کورتیزول گرفتاری، هم از لحاظ هورمون‌های استرس، و هم مشکلاتی رو بی نهایت زیاد یک بار تحمل نتونن بکنن، خطر اینکه چند نفری دست به اقدام خودکشی بزنن و یا موفق بشن همیشه هست. الان یه موقعیتی پندمیک، یعنی اینی که هیچ چیز نرمال نیست و جای خودشو نداره، و هنر ما اینه که بتونیم اطلاعات جدید به جای اطلاعات قدیم در مغز بشینه،
که مغز سرکوب نشه، بی‌حوصله نشه، حالت ناامیدی نگیره، احساس تنهایی نکنه. ما وظیفمون فیدا حل مشکله و اگر کسی احساس میکنه نمیتونه، خیلی استراب داره، خیلی خسته است. الان هر کی با هر کی من حرف میزنم میگن من اصلا میدونی یک عالمه کار هست که بکنم تو خونه، ولی حوصله هیچ کاری ندارم و از صبح میشینم یه فیلم میذارم و نمیخوام تکون بخورم. این یکی از علائم افسردگیه و از مدت اینه که ما در منزل موندیم و مدت اینه که کار نکردیم، مدت اینه که عزیزانمون رو در آغوش نگرفتیم. بله. مادر بزرگ و پدر بزرگا بچه هاشون رو ندیدن، روبرو رو در رو با عزیزان نبودیم. دقیقا. ولی باز دوباره موقعی که مغز اول تراما میبینه و میترسه، به اون فایت و فلایت و اون رپتایل برین و مغز اول میره که یا میترسه یا فریز میشه یا میخواد در بره یا خشمگین میشه. ولی رفته رفته با ورزش کردن، تنفس عمیق، موزیک، فیلم خوب دیدن، غذای درست خوردن، خواب خوب رفتن و نوتریشن درست برداشتن، ما باید کمک بکنیم که این هورمون‌های زهرماری در سیستم ما، سیستم مغز و سیستم ایمنی منو پایین نیاره. بله. الان خیلی ها رو میبینم و مشروب زیاد میخورن، مواد مخدر میکشن. وقتی که مغز خسته میشه و میترسه، گرسنه میشه و اون خوردن احساساتی رو به وجود میاره. بله. و قدری مغز میفته که فقط با خوردن غذاهای بد، شکر زیاد، نمک زیاد، چربی، کارب زیاد، یک احساس شعف میگیره، درست عین یه فرد اعتیادی. من فکر میکنم الان ما در مرحله انطباق دادن خودمون با شرایط جدید هستیم، یعنی داریم یاد میگیریم که در شرایط فعلی کارامونو، کارهای ضروریمونو، کارهای غیر ضروریمونو در چه مواقعی انجام بدیم. یعنی الان داریم خودمونو تطبیق میدیم. شاید به این علته که یک مقدار همه چی در همه و هیچ کس نمیدونه چه بکنه. نظر شما چی؟ و وقتی که فریدا جان، وقتی که کیاس و در همی هست، تمام سلولهای مغز ما نسبت به این در همی صدمه میخورن و خسته میشن و هورمون‌های خوب دیگه ریلیس نمیشه و فقط هورمون‌های کورتیزول استرس وارد سیستم میشه. یعنی دیگه اون ادرینال و اون ترس‌های اول جای خودش رو به هورمون‌های بدی میده که استراکچر و فعالیت و نحوه رابطه برقرار شدن سلول‌ها رو در جلوی پیشانی که به ما عقل میده و به ما تفکر میده و به ما موقعیتی میده که نظم بذاریم، قانون بذاریم، روتینمون رو درست کنیم، خودمون رو مواظبت کنیم و خودمون رو در مقابل سیفتی و امنیت. ما امروز میشنویم که این ویروس چه کار میکنه؟ از راه بینی، از راه تنفسی. پس اگه ریه، اگه کسی ویپینگ میکنه، سیگار میکشه، سیگار برگ میکشه، اگه کسی الکل و مواد مخدر برمیداره، خب سیستم قسمت دستگاه تنفسی رو به خرابی میکشونه. اگه کسی خیلی قاطی بکنه و استرس داشته باشه، خب گلوبولای سفید کم میشن، در نتیجه نمیتونن جلوی سیستم دفاعی خوب داشته باشن و این ویروس عاشق مهمانداریه که ضعیف باشه و سلامتش یک نوعی خوب نباشه. پس ما وقتی که با هم سلامت و امنیت اولین مسئله‌ای که مغز ما رو آرام نگه می‌داره، دیگه فریدا جان الان موقعش روی عقل بریم و با احساسات تراژدی درست نکنیم. با هم عاقلانه با هم قرار میذاریم، قانون میذاریم، با هم هر جوری که با سیستم مجازی امکان داره مکالمه میکنیم. بله. کار عقب
دادمونو میکنیم و و و که میدونین همه بله ارگانایز کردن. البته در همین رابطه هم تعداد آخرین آمار رو من الان نمیدونم، ولی اون چی که خوندم 85% از کسانی که مبتلا شدن بهبود یافتن. دقیقاً و بیشتر. بیشتر آخرین خبری که من گرفتم که خبر خوبیه، برای اینکه امروز ما با تمام دکترای مغز درمانمون یک وبینار داشتیم تجاله. و خوشبختانه این رقم بالاتر هم هست. متاسفانه ما در امریکا شاهد زندگی هستیم، مردم بسیار بد زندگی میکنن، هم از لحاظ رسیدگی، هایجین و مواظبت خودشون چه به دندون، به هلتشون، و هم از لحاظ تغذیه سالم، هم از لحاظ فعالیت بدنی فیزیکی درست، و هم از لحاظ مواد مخدر، دراگ و توبکو. من به شما میخواستم امروز توی این وبینار که صحبت کردیم ببینین چقدر این آمار عجیب و جالبه. اولین عامل قابل پیشگیری مرگ در امریکا استفاده از تنباکو، سیگار، ای سیگارت و مواد مخدر و تنباکوهایی هستش که افراد تو دهنشون میجوان. دومین عاملش تغذیه بد و ناجور و عدم تحرک فعالیت بدنیه، و سومیش نوشیدن الکل در امریکا. متاسفانه اینطور. ببینین این ویروس چقدر همه اینا رو دوست داره. بله. خب ببینم امراضی که احیانا پس از یه همچین ترامایی و یه همچین مشکلی که برای انسان به وجود اومده، چه عواقب سایکوسوماتیک یعنی فیزیکی، چه امراضی امکان داره که گریبانگیر ما بشه؟ بله. ببینین فیدا جان، میدونین که من در مغز درمانی رو از 15 سال پیش شروع کردم. بله. ما موقعی که به مغز کمک میکنیم، به سیستم بدن و سوماتیکمون کمک میکنیم و برعکس، یعنی مغز و جهاز هاضمه و روده و گات کاملا به هم بستگی دارن. ولی خیلی جالبه که 70% از مغز شروع میشه. در نتیجه خود اون استرس و خطر نیست، ولی آن چقدر که ما از اون همه استرس برای خودمون برداریم و درونی کنیم ما رو از پا در میاره. و وقتی که خیلی زیاد ما این استرس رو به داخل خودمون را میدیم و نگرانی و فشار و استراب و ترس، و رفته رفته گلوبول های سفید پایین میان، تورم ها شروع میشه و یک حلقه بسته ای بین سیستم ایمنی مریضی و بعد رفتاری که در مغز هست به وجود میاد. و ما اول مغزمون و افکارمونه که اون استراب، کلافگی، نگرانگی، افسردگی، غمگینی، حتی میبینیم خشم. الان افراد به مرحله خشم رسیدن و میان تظاهرات میکنن، بدون ماسک بیرون جیغ میزنن که میخوان برگردن به زندگی نرمالشون که قابل قبول نیست. بله. و مسلمان حافظه و فراموشی و تمرکز حواس و اینها. بعد اون که میاد به حالت سایکوسوماتیک و به داخل بدن میرسه، از انواع دردها، سردردها و از انواع بیماریهای قلبی، الان خیلیا به خاطر این ویروس بعدش فوت نکردن، ولی از حمله قلبی و سکته فوت کردن، به خاطر اینکه همون که شما میگین استرس و سایکوسوماتیک. خب بحث جالبیه، اگر مایل باشید در برنامه‌های آینده باز هم در این مورد صحبت خواهیم کرد. بسیار سپاسگزارم ناناز جان از وقتی که به این برنامه دادی و ممنونم مثل همیشه. مرسی عزیزم و مواظب خودتون باشین. این هم میگذرد، ما بسیار انسان‌های قوی و سرافرازی هستیم. سپاسگزارم. خب امیدوارم از گفتگوی این هفته استفاده کرده باشید. به ادامه این صحبت در هفته آینده توجه کنید. با سپاس از شما که بیننده این برنامه بودید و همچنین همه همکارانم در این سو و آن سو. تا وقتی دیگر و دیداری دوباره، بدرود و بادرود.